بشر تا کنون جنگ‌های متفاوتی را تجربه کرده است. جنگ سخت، جنگ نیمه سخت، جنگ سرد، جنگ نرم، جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی. امروز پس از 4 مرحله جنگ سرد، سخت، نیمه سخت و نرم وارد 5مین مرحله جنگ سلطه با عنوان جنگ شناختی شده ایم. می توان در یک جمله مهم این جنگ را توصیف کرد. جنگ شناختی شناخت انسان‌ها را مورد هدف قرار می دهد. به عنوان مثال افرادی را دیده اید که تا چند ماه قبل به اعتقادات خود به شدت پایبند بودند و اکنون اعتقادات خود را خرافات تلقی می کنند. یا با افرادی مواجه شده اید که به فرد خاصی از جامعه خود عشق می ورزیدند ولی حالا با دید بدبینانه از وی سخن می گویند. جای تعجب وجود ندارد. در یک کلام ساده این افراد مورد اصابت گروه دشمن در جنگ شناختی قرار گرفتند بدون اینکه وی جراحتی در بدن خود احساس کند. ویژگی های مهم این جنگ متکی بودن بر زیر ساخت رسانه های نوین سایبری است که تفکر آدمی را مورد هدف قرار می دهد. این نبرد در مرحله طرح‌ریزی و همچنین اجرا دارای سطوحی سگانه مشتمل بر سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی است. این سطوح نشانگر دامنه، عمق، هدف، اهمیت و تأثیرگذاری در جامعه هدف است. جنگ شناختی به ساخت تصویر و قضاوت جهت تصمیم گیری برای موضوعی تمرکز دارد. همانطور که می دانیم اصلی ترین شرط ظهور آمادگی مردم و تلاش آنها برای بازگشت منجی است. رسانه های غربی از همین بعد جنگ شناختی استفاده کرده و در تلاش است تصویر منجی را آنطور که می خواهد در ذهن مخاطب و جهانیان تحریف کند. این اقدام با تولید انبوه اطلاعات رسانه‌ای مثل فیلم، سریال، رمان و برنامه‌های تلویزیونی در حال اجراست. لذا رسانه‌ها مهمترین نقش را در عصر آخرالزمان برای بازگشت منجی را ایفا می‌کنند.